این که پنجمین سالگرد انقلاب سلطنتی رو گرامی بداریم، انقلابی که با رنج و شکنج و خون مبارزین و مجاهدین و خلقی رو باخواسته در واقع بساط سلطنت رو از اونها برشید، اما دلیل که خمینی شده بشر با سوء استفاده از موقعیت به وجود اومده در میان رهبران اصلی انقلاب آن را ربود و استبداد دینی رو حاکم کرد. امروز مردم ایران از یک مقاومت سازمان یافته منسجم و پرامید برخور دارند. بنابراین بگذرید یک بار که سخنهای برمریان رو ایشون مقاومت رو تکرار کنم که گفتم حق بنا با شما همبرنان این است که به این همه عشق و فدا برای این اندیری عظیم خوشگرم باشید و مطمئن باشید که اطلاعی دیگری در راه است. استدلال دیگی به خیلش بخواهد شد و آزوگه دموکراسی و برابری همه را خواهد شد. میخواستم کار کثیف و بزدلانه مالکی برای مخفیانه دفن کردن پیکرهای پاک شهیدان دهه شهریور، من جمله پیکر پاک پدرم سید علی سید احمدی را محکوم کنم. چقدر کار ضد انسانی و ذلیلانه بود که حتی پیکرهای پاک شهیدان را بدون حضور خانواده‌شون دفن کردند. و این فقط تلاش مالکی برای پوشاندن آثار جنایت علیه بشریت بود و از طرف دیگه هم نشون میده که چقدر رژیم از مجاهدین میترسه و حتی نمیتواند پیکر بیجان یک مجاهد خلق را تحمل بکنه و مجبور ای را مخفیانه دفن بکنه. و درود بر شهیدان ده شهریور. شفی شهیدان و سردار شهید خلق موسی خیابانی و همچنین به مناسبت بزرگداشت انقلاب ضد سلطنتی برگزار میکنیم. 4 روز پیش با خبر شدیم که نیروهای جنایتکار مالکی پیکر پاک 52 شهید مجاهد خلق رو که در ده شهریور به صورت ددمنشانه شهید شده بودند مخفیانه به خاک سپردند. در همین رابطه امروز جوامع و انجمنهای ایرانی که در اینجا حضور دارند ضمن ادای احترام نسبت به این شهدای گرانقدر اعتراض خودشون را نسبت به این عمل ضد انسانی و جنایتکارانه ابراز می کنند و یک بار دیگر پیامی قوی از جانب اشرف نشانان به مالکی جنایتکار و ارباب او در تهران می فرستند که هر قدر می خواهید جنایت کنید، ددمنشی از خود نشون دهید، اما ما به نبرد خود تا سرنگونی این رژیم ضد ایرانی و جنایتکار ادامه خواهیم داد. پیام انجمن پرستاران هوادار شورای ملی مقاومت ایران انگلستان. در شرایطی قرار داریم که جانیانی که کشتار ده شهریور را به راه انداختن با ترس و بزدلی پیکر شهدای اشرف را مخفیانه دفن می کنند. چرا؟ از چه می ترسند؟ خیلی روشن است. آنها می خواهند آثار جرم خود را پنهان کنند، چون می دانند که ما سایه به سایه تعقیبشان خواهیم کرد و با افشای جنایاتشان آنها را رسوا خواهیم کرد. ما در انجمن پرستاران هوادار مقاومت ایران افتخار می کنیم که سالیان پیرو راه مسعود و مریم رجوی و یاران این مقاومت بوده ایم و از این به بعد نیز چنین خواهد بود. ما امروز از طرف انجمن ایرانیان انگلیس و دستاتورکشا اومدیم که همبستگی خودمون رو اعلام کنیم. در حال حاضر وضعیت داخلی رژیم با توجه به تحریم ها و با توجه به این که رژیم
مجبور شده تن بده به این که قبول کنه که از برنامه های هسته‌ایش کوتاه بیاد. تظاهرات اخیر توی اهواز و دسفول که نشان دهنده واموندگی رژیم در مقابل مردمه، واقعا مردم نشون دادن که از پس این رژیم برمیان و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم و این صدا رو به گوش مردم خارج کشور و خارجا برسونیم و به نماینده از طرف اونا. البته و امیدوارم که ما در این راستا رو سفید بشیم. خیلی متشکرم از اینکه توجه کردیم. مرسی. To express their protest against this anti-human and criminal act and to send a strong message to Maliki and his boss in Tehran that you can continue your criminal acts, but be warned, we will continue our struggle until the day this regime is removed from Iran. On the 35th anniversary of the Iranian People's Uprising, which overthrew the Shah's regime, we can see an evolving situation in Iran. The majority of the Iranian people are suffering below the poverty line. There is a lack of freedom in all areas of human rights in Iran. I'm the representative of the Anglo-Iranian Youth Association in the UK, and I think I speak for everybody standing here. We're very pleased to be standing in front of you today, but we have always had our thoughts towards the people inside Iran and their suffering. However, despite all the darkness which exists in Iran today, we have bright hopes in the future of Iran. We have a strong and organized resistance movement which has been relentlessly striving over the past 35 years in order to bring justice for those who don't have so in Iran. خانواده های ساکنین لیبرتی، به نام خدا و نام آزادی، به عنوان خانواده و خویشوندان ساکنین لیبرتی به کهکشان شهدای زهره درود می فرستیم و دفن وقتیانه پیکر مطهر آنها توسط حکومت دست نشانده مالکی که برخلاف همه اصول انسانی و اسلامی می باشد را محکوم میکنیم. ماه بهمن ماه خون و انقلاب، یاد شهدای به خون خفته راه گرامی میداریم. ما راهتان را تا رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتی ادامه خواهیم داد و در مقابل تمام توطئه ها، نامردی ها، نقص عهد ها که ما را به تسلیم و سازش فرا میخواند میگوییم هیهات من نزله، هیهات من نزله. درود بر تو مادر مجاهد، درود بر تو مادر مجاهد. به نام خدا و به نام آزادی، ما دفن مخفیانه پیکر پاک شهدای قتل عام ده شهریور در اشرف توسط حکومت مزدور و دست نشانده مالکی را محکوم کرده، این مخفی کاری را در جهت پوشاندن جرم و جنایتی که خود مالکی مسئول و عامل آن است می دانیم.
و آن را به شدت محکوم می‌کنیم. دشمن زبون گریزی از مجاهدین خلق ندارد و حتی جسد این شهدا خودش تنابه داری بر گردن آخوندها و نوکرانشان خواهد شد. Yeah.